بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ما عال من اقتصد. در حدیث آمده است که ما عال من اقتصد. معاشرین عزیز و گرامی، مضمونی را که در سمستر انشاءالله ما شما به پیش میبریم، مضمون نظام اقتصادی اسلام است. آیات مبارکه را که ما براتان تلاوت کردم و همچنان حدیث شریف را که براتان قرائت کردم، هر دویش در موضوع اقتصاد و کسب و معیشت و میانه روی در مصرف آمده است و به او اشاره داره. آیاتی که ما براتان تلاوت کردم، الله متعال در او میفرمایه که شما آرزو و تقاضا نکنید چیزی را که بعض شما را الله متعال بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده، یعنی بعضی را مال زیاد داده بعضی را مال کم داده. مردان را است نصیبی که از چیزی که کسب کردن و همچنان زنان را است نصیبی از چیزی که کسب کردن، و از فضل الله متعال بخواین. الله متعال بر هر چیز عالم است. امی بخش آیات قرآن زیمشان که الله متعال می فرمایه لرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسبن، یک موضوع اساسی و عمده در اقتصاد را واضح می سازه که او ثبوت یا اثبات ملکیت است برای هر فرد، چی فرد مرد باشه و یا چی فرد زن باشه. در نظام اقتصادی اسلام هر فرد و هر شخص ملکیت داشته می باشد. همچنان در حدیثی که ما براتان قرائت کردم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده ما عال من اقتصد، فقیر نشد کسی که از اقتصاد کار گرفت. به می اساس کسب معیشت و از اقتصاد کار گرفتن و به اساس وسطیت و اعتدال مصرف کردن، ای از جمله مسائل عمده و اساسی است که در اقتصاد از او بحث می شود یا اقتصاد به او بنا یافته. مسئله عزیز، ما شما در این سمستر این مضمون را به پیش می بریم به نام نظام اقتصادی اسلام است. طبعا در پانزه شریعت دیپارتمنت فقه و قانون و همچنان دیپارتمنت تعلیمات اسلامی، در هر دو دیپارتمنتی به پیش برده می شود. کتابی که در اینجا مقرر است کتاب نظام اقتصادی اسلام که بنده او را تصنیف و تألیف کردیم و مفردات از او از طرف اداره داده شده بود، با مساس این کتاب تصنیف شده. انشاءالله این کتاب را ما شما به پیش میبریم. میاییم به مقدمه که یک مدخل و یک باب داخل شدن به اقتصاد است. در اینجا چند نقطه مطرح شده. اولی که چرا اقتصاد؟ دیگه باز بعد از او تعریف اقتصاد و همچنان تعریف اقتصاد اسلامی و بعضی مسائل دیگه که در این خلال وارد میشه انشاءالله او را ما شما پیش میبریم. اولی که چرا اقتصاد به اصطلاح من حیث یک علم، من حیث یک مسلک، من حیث یک مضمون پیش برده میشه. ما شما میبینیم که پانزه اقتصاد است، مردم ها در یک موضوع خاصی از اقتصاد ماستری میگیره، متخصص میشه، در یک موضوع خاصی از اقتصاد دکترا میگیره و نظام اقتصادی اسلام هم مسئله بسیار عمده و اساسی در وجود داره که بحث شده. اساسا سوال به این مطرح میشه که چرا اقتصاد؟ در جواب در کتاب ها از این مسئله بسیار به تفصیل بحث شده. کتاب شما هم
در مقدمه از این کمی مختصر یادآوری شده و انشاءالله باز اگر در مراحل بعدی رسیدیم در اونجا باز به تفصیل میگم. میگن که یک پرابلمی وجود داره، یعنی چرا اقتصاد؟ در جواب میگن که یک پرابلمی وجود داره، یک مشکلی وجود داره که او مشکل ای است. مشکل چی است؟ مشکل چی است که بعد از او اقتصاد به خاطر همه حل از این مشکل به خاطر یافتن راه برای حل از این مشکل به میان آمده. میگن که این مشکلی است که موارد و منابعی که انسان از او نیازهای خود را، ضرورتهای خود را، احتیاجات خود را از او منابع پوره می سازه، این منابع یا موارد نادر است، کم است و در وسط جهان ای محدود می باشه. در مقابل ازی و در ازای ازی، در مقابل ازی، نیازهای انسانی، ضرورتهای انسانی زیاد ولا محدود و غیر محدود می باشه. مشکل انشاءالله واضح شد. به این معنی که منابعی که، مواردی که انسان می خواهد از او احتیاجات و ضروریات خود را مرفوع بسازه، او کم است. در مقابل نیازهای انسانی، ضرورتهای انسانی، احتیاجات انسانی بسیار زیاد است و غیر محدود است. ما اگر در مثال کمی واضح بسازیم، انسان به من حیث کل به این نیازها ضرورت داره، به خوراک ضرورت داره. در خوراک هم میبینیم که خوراکهای گوناگون انسان ضرورت داره. میاییم به لباس، لباس نیاز اساسی انسان است و لباس هم در بعضی اوقات به یک قسم لباس نیاز میشه، در بعضی فصلهای سنه بر سالها سال قسم دیگه لباس نیاز میشه. با مسکن بیم، مسکن همین قسم یک نیاز اساسی، ادویه، تحصیل، تعلیم، استراحت، تفریح، همه چیزهای از نیازهای انسان است. این نیازهای انسان میگن که لامحدود است. چرا لامحدود است؟ یک خاصیت اساسی در انسان وجود داره، میگه که هر قدر که نیازش مرفوع شوه، تقاضای نیاز دیگه هم میکنه. نیاز به یک حد معینی از مرفوع شدن نیاز خود اکتفا نمیکنه. به نیاز اساسی لا محدود است. و در مقابل ازی، وقتی که ما میبینیم در مقابل ازی دنیا، زمین، ما حول زمین، چیزایی که در اعماق بحر وجود داره، چیزایی که در داخل زمین وجود داره، میگی محدود است. چرا؟ ما نمیتونیم که زمین رو کلان بسازیم. زمین هم یک حد معین داره. به میاساس هر قدری که این زمین از چیزای زیادی برخوردار است، لکن امی چیزا محدود است و قابل افزایش نمیباشه. طبعا یک نظری است که در بین اقتصادان وجود داره. به همین اساس وقتی که میبینیم که نیازهای انسان لامحدود و در مقابل ازی مواردی که از او نیاز خود را برآورده میسازه یا مرفوع میسازه او محدود، اقتصاد به میان آمده. علم اقتصاد به میان آمده که راه حل را ایجاد کنه که چه قسم انسان از امی منابع محدود امی نیازهای غیر محدود خود را، نیازهای لامحدود خود را اشباع و مرفوع بسازه. گویا که اقتصاد همین وظیفه را انجام میده که انسان چه قسم امی ازمی نیازهای ازمی منابع محدود خود، نیازهای لامحدود خود را مرفوع بسازه. گویا تمام جامعه انسانی را اگر فرض کنیم که من حیث یک فرد هستن و این فرد به نیازهایش بسیار زیاد است، اما دخلش یا چیزی را که به دست میاره او کم است، نمیدونه که به شکل کلی یا همه از او را برآورده بسازه. به میاساس از این منبع کمی خود باید شکل استفاده بکنه که به همه نیازها
به یک اندازه برسه. بیمه اساسی اقتصاد را ایر اقتصاد میگه، بیمه اساس ای اقتصاد به خاطر از این وجود آمده که جامعه انسانی نیازهایش بسیار زیاد است و در مقابل از او منابع محدود است. علم اقتصاد به می آمده تا که امی کار انجام بده. این خلاصی از این بود که چرا اقتصاد به میان آمد و چرا یک علم اقتصادی به شکل مستقل بحث میشه. میایم به موضوع بعدی که موضوع تعریف اقتصاد است. تعریف اقتصاد، اول ما مطلق اقتصاد رو تعریف میکنیم، باز میریم به طرف تعریف اقتصاد اسلامی. در تعریف اقتصاد ما دو به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی معنای لغوی اقتصاد و دیگه معنای اصطلاحی اقتصاد. تا بسیار خوب واضح و روشن شد، اول از کلمه اقتصاد در لغت بحث میکنیم که در لغت به معنای چی آمده، و بعد از او باز میریم به طرف بحث علم اقتصاد یا بحث اقتصاد در اصطلاح چی معنا داره. ببینین کلمه اقتصاد کلمه عربی است و از قصد گرفته شده. قصد به معنای میانه روی، اعتدال، از افراط و تفریط خود را نگه داشتن یا دوری کردن، این معنای لغوی اقتصاد است. در قرآن عظیمشان هم به می معنا استعمال شده است. الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقصد فی مشیک، در رفتارت اعتدال را اختیار کن، یعنی معنی که نه بسیار زیاد تیز برو درا و نه بسیار زیاد آهسته. ای وقصد یعنی در رفتار، فی مشیک در رفتار خود از اعتدال مینروی و وسطیت کار بگی. این ایجا معنای قصد یا اقصد معنای اعتدال من عربی. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایه ما عالم من اقتصد، کسی که از اقتصاد و از وسطیت در مصارف خود کار میگیره او فقیر نمیشه، تنگ دست نمیشه، چرا که او در حقیقت عاید که داره به شکل درست مصرف میکنه تا که فقیر نشه. این حدیث عبدالله بن مسعود صبر روایت کرده و آیاتی هم که در بالا ما شما را خواندیم و آیت از سوره لقمان است، آیه 19، در وصایای حضرت لقمان علیه السلام که آمده به پسر خود، یکی از وصایاش است که به پسر خود میگه که تو در رفتارت میانه رو باش. در انگلیسی کلمه اقتصاد با اکونومیکس ترجمه شده که شما خودتون میفهمین در بسیار زیادی اطلاق میشه، به معنای اکانومیکس یعنی اقتصاد است. این بود معنای لغوی کلمه اقتصاد. آلیمین به طرف معنای اصطلاحی اقتصاد. محصلین عزیز شما متوجه باشین که بایی که در موضوع اقتصاد، در علم اقتصاد بسیار زیاد تألیفاتی وجود داره، کتاب های بسیار زیاد نوشته شده، به هزارها کتاب نوشته شده در این مورد، ولی با امی زیادت کتاب ها یک تعریف جامع از اقتصاد وضع نشده. به هر صورت هر عالم و هر دانشمند از زاویه خاصی آن را تعریف نموده، هر عالم و دانشمند از زاویه خاصی آن را تعریف نموده و به اساس امو برداشتی که خودش از اقتصاد داره یک تعریف ارائه کرده. طبعا این در جوامع مختلف چون سطح زندگی انسان از لحاظ اقتصاد مختلف بوده، با می اساس چون از لحاظ تاریخی مگه ببینیم این تعریفات از لحاظ تاریخی هم امو جامعه موجوده امو زمان دانشمند در تعریفش مؤثر بوده. میایم مثلا به طور مثال ارسطو اقتصاد را که تعریف کرده می اقتصاد یعنی تدبیر منزل. چی معنی تدبیر منزل؟ یعنی چیزی که انسان در خانه خود عاید داره و او را مصرف میکنه، امی را درست تنظیم بکنه. مثل که بیشتر ما شما در این مسئله گفتیم که مثل که یک شخصی که امی عاید خود را مصرف خود را باید مساوین، اگر کسی عاید بسیار زیاد داشته باشه و مصرفش کم باشه او طبعا مشکلی رو برو نمیشه،
لکن او هم به تنظیم ضرورت داره، اگر در یک ناحیه بسیار زیاد مصرف بکنه شاید ناحیه دیگهش باز متضرر شود. به هر صورت این مشکلات وجود داره. ارسطو تعریف اقتصاد میگه تدبیر منزل، یعنی عاید و مصرف خانه خود را شخص منظم بسازه. دانشمند دیگه به نام آدم سمیت، آدم سمیت اقتصاد را به یک قسم تعریف کرده، میگه که اقتصاد علم ثروت است. اقتصاد چیست؟ یعنی علم ثروت است. به می اساس یعنی او میگه که همو علمی که از تولید، توزیع و مصرف ثروت سخن میرانه، او را بررسی میکنه، ای در حقیقت همو اقتصاد است. چرا؟ میگه اساسا اگر ثروت بسیار زیاد باشه که به این نیاز نباشه که هر شخص به خاطر به دست آوردن ثروت از تکلیف داشته باشه، به اصطلاح دیگه بگویم که ثروت آنقدر زیاد باشه که از نیازهای انسان ثروت زیاد باشه، منابع زیاد باشه، به اصطلاح دیگه باز دیگه به اقتصاد ضرورت نیست. به می اساس آدم سمیت میگه که اقتصاد عبارت همو علمی است که تولید و توزیع و مصرف ثروت بررسی میکنه که چه قسم ثروت تولید میشه، چه قسم توزیع میشه و چه قسم ایره مصرف میشه، که انشاءالله یه همه مفاهیم باز پسان در درسای بعدی واضح میشه. وقتی که میبینیم این تعریف نکات اساسی اقتصاد را به اصطلاح واضح ساخته، ثروت یعنی عموما چیز است، مال است دیگه، چگونگی تولید آن، چه قسم تولید میشه، همچنان موضوعی که از این چه قسم مصرف میشه، یعنی این سه نکته را در این تعریف ما میبینیم که بسیار آشکار و واضح است که از چیز شده به او اشاره شده. به اساس میگه اقتصاد علمی ثروت است. اقتصاد علمی چی است؟ ثروت است. این بود تعریف آدم سمیت، ایره پدر اقتصاد هم میگه و انشاءالله در مفاهیم بعدی هم ذکر از این خواهد آمد که بعضی نظریات انشاءالله نظریات از میخوانیم. تعریف بعدی از الفرید مارشال است. الفرید مارشال تعریفی را که ارائه کرده از اقتصاد میگه که هدف اقتصاد رفاه انسان میباشد، ثروت وسیله برای این هدف باید باشد. این اساسا فرید مارشال زمانی که به اقتصاد نگاه میکنه میبینه که اصل تمام فعالیت های اقتصادی یا تمام آموزه های اقتصادی، از یک طرف آموزه، از یک طرف فعالیت ها، تمام آموزه های اقتصادی باید اگر در اقتصاد عملی باشه واقع میشه، باید او از نکته اساسی متوجه باشه که او هدف از او رفاه انسان باشه، آسودگی انسان باشه و ثروت وسیله است برای ازی. یعنی به می اساس این نکته اساسی و عمده اشاره کرده به او. در تعریفات قبلی از ثروت این مسائل ذکر شده، اما فرید مارشال به این نکته بسیار دقیقا متوجه شده که اساسا اگر ثروت تولید میشه در یک جامعه، اگر این ثروت رفاه انسانیت را به بار نیاره، انسان به او مرفه نشه، انسان به او زندگی آرام نداشته باشه، باز او اقتصاد به درد بخور جامعه نیست، او اقتصاد به درد بخور انسان نیست. به می اساس ای به این قسم تعریف کرده و آن را واضح. این تعریفی بود که از اقتصاد علما و دانشمندان ارائه کرده بودند. ما به شکل مختصر چند تعریف را انتقال کردم و او را پیرامونش توضیح دادیم. آلی تعریف اخیری و تعریف جامع اقتصاد را میخواییم که براتان تشریح و توضیح و بخانش بگیرم. یکی از دانشمندان اقتصاد را به این شکل تعریف کرده است که میگوی اقتصاد عبارت است از شناخت، ارزیابی و انتخاب روش هایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود یا غیر آماده به منظور مصرف به کار می گیرد. یعنی در این تعریف می بینیم که نقطه اول و اساسی است که اقتصاد چی وظیفه داره؟ این وظیفه را داره که می شناسه، ارزیابی می کنه و بعد از او انتخاب می کنه. چی را؟ روش هایی که انسان یا بشر برای تولید کالا و خدمات به کار میندازه. همین روش های تولید را اول میشناسه، بعد از او ارزیابی میکنه، بعد از او انتخاب میکنه، بعد از او انتخاب کرد، بعد از او
او را باز به کار مندازه. به خاطر چی به کار مندازه؟ به خاطر تولید و توزیع کالا و خدمات. کالا و خدمات این را از کدام جای تولید میکنه و توزیع میکنه؟ از منابع محدود. از منابع محدود که ما شما در ابتدا خواندیم که منابع در حقیقت منابعی که انسان میخواد از او زندگی خود را به پیش ببره، نیازهای خود را مرفوع بسازه، او منابع محدود است. یا اگر خوبتر و دقیقتر میگه بگویم یه است که غیر آماده. منابع محدود نیست، یعنی غیر آماده است. و به منظور چی؟ به منظور انباشتن و نگه داشتن و تولید و نگه داشتن نه، به منظور مصرف. به منظور چی؟ به منظور مصرف به کار میندازه. به می اساسی تعریف، تعریف جامعی است. چرا؟ اساس نکات اساسی را اشاره کرده. روش های تولید را برای ما گفته که باید شناسایی شود. در روش های تولید میبینیم روش های تولید اگر یک تولید بسیار زیاد، یک شیوه تولید، روش تولید اگر بسیار زیاد پر هزینه و مصرف بود، شیوه دیگر انتخاب میکنیم که هزینه و مصرف از او کم بیاید، یعنی جامعه باید انتخاب بکنه. همچنان توزیع کالاها و خدمات که چه قسمی توزیع شود پس. چرا که اگر اقتصاد دو جنبه داره، یکی تولید دیگه توزیع. اگر هر قدر تولید ما زیاد باشه اما توزیع از او عادلانه صورت نگیره و بالاخره نیاز انسانی را مرفوع نسازه، باز اقتصاد در جامعه به درد بخور نیست. او اقتصاد به جامعه کدام چیزی را به بار نیاورده، کدام فایده به جامعه نیاورده. به میاساس این را میگه که اردوم و اچیز است. و منابع محدود در اوج آماده ذکر کرده. یک نکته که بسیار به او متوجه باشیم که منابع محدود یا غیر آماده. یا چی؟ یا غیر آماده. اگر در اینجا ما متوجه بشویم غیر آماده، میبینیم که یک نوع در اینجا امو مفهوم اسلامی هم در اینجا گنجانیده شده که انشاءالله ما شما باز در یک بخشی از این از مشکل اقتصادی بحث میکنه اونجا بید. غیر آماده به این معنی که اشاره به این میکنه که امی تصوری که به نزد بشریت یا به نزد اقتصاددانا وجود داره که منابع محدود است، ایگب درست نیست. در حقیقت منابع محدود نیست اما غیر آماده است. از انسان میخواهد که کار کنه، زحمت بکشه تا که منابع را آماده بسازه بر استفاده. و ایم درست و ایم درست است. به می اساس این تعریف، تعریف جامعه گفته میشه. این تعریف، تعریف چی گفته میشه؟ تعریف جامعه گفته میشه که به می اساس این تعریف، تعریف مختار هم است. یک ملاحظه ریجا به شکل سوال میگم که آیا منابع محدود است یعنی؟ انشاءالله در درسای بعدی واضح میشه، لکن به شکل خلاصه و مختصر باید بگویم که از نقطه نظر اقتصاد اسلامی منابع محدود نیست، بلکه منابع بسیار زیاد است. از بسیاری از آیات های قرآن دیمشان میگه که الله متعال میگه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا و آسمان زمین در شما مسخر ساخته. ای آیات های زیاده میگه که انشاءالله در موردش باز او را بحث میکنیم. محدود نیست بلکه زیاد است، بسیار زیاد. و انتعاد دو نعمت الله لا تحصوها. لیکن مسلمی در این تعریف که تعبیر غیر آماده آمد، یعنی غیر آماده است، یعنی از انسان میخواه که زحمت بکشه تا کوره آماده برای مصرف بسازه. این بود تعریف جامعه اقتصاد و به می شکل به تعریف از تعریف اقتصاد خلاص میشیم، میاییم به تعریف اقتصاد اسلامی. به تعریف اقتصاد اسلامی در اینجا وقتی که ما میبینیم تعریف اقتصاد اسلامی یا اقتصاد اسلامی، اما پسوند اسلامی با او یک جا شده، یعنی امو اقتصادی که منصوب است به اسلام. طبعا تعریف های بسیار زیاد متعدد از این اقتصاد اسلامی صورت گرفته، اما ما در اینجا دو تعریف انتخاب کردیم و این تعریف ها را باز کمی تشریح توضیح هم کردیم که انشاءالله باز وقتی که ما این توضیح و تشریح کنیم و مسئله واضح میشه و آشکار میشه و انشاءالله کدام مشکلی در رو باقی نه. اقتصاد اسلامی را یکی از دانشمندا به نام محمد، دکتر محمد عبدالله العربی تعریف کرده که ما اون تعریف بر شما میخوانیم که در کتابتان هم وجود داره، ترجمهش هم وجود داره، لکن کمی تشریح و توضیح باز میکنم. در این تعریف آمده که میگه الاقتصاد الاسلامی هو مجموعة الاصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة النبوية والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على اساس تلك الاصول بحسب كل بيئة وكل عصر. این اقتصاد اسلامی عبارت از مجموعه اصول عام و کلی است که ما او را از قرآن کریم و سنت نبوی استخراج میکنیم
و همچنان بخش دیگه از این است که نظام اقتصادی می باشد که مطابق نیاز هر جامعه و نیاز هر عصر در روشنی امو اصول تأسیس می یابد. تأسیس می یابد. باز تکرار میکنم، الاقتصاد الاسلامی هو مجموعة الاصول العامة التي نستخرجها من القرآن و سنة النبوية، والبناء الاقتصادي الذي نقيمه على اساس تلك الاصول بحسب كل بيئة وكل عصر. ای تعریف اقتصاد اسلامی است و ترجمه است که یعنی اقتصاد اسلامی عبارت از مجموعه اصول عام است که ما آن را از قرآن کریم و سنت نبوی استخراج میکنیم و همچنان نظام اقتصادی میباشد که آن را مطابق نیاز هر جامعه و نیاز هر عصر در روشنی آن اصول تأسیس یا بنا میکنیم. بمی اساس این تعریف چی شد؟ تعریف اقتصاد اسلامی شد. واضح هست که وقتی که ما میگیم اسلامی، طبعا اسلامی است و مرجع و مأخذ و منبع و مصدر از قرآن و سنت است. قرآن و سنت است. عالمین به این تعریف و شرح از این تعریف، اگر به این تعریف دقیق متوجه شویم، در این تعریف چند نکته اساسی برای ما واضح میشه. اگر ما کمی دقت کنیم و کمی به متوجه شویم، چند نکته در اینجا برای ما واضح میشه. اولی که اقتصاد اسلامی یک بخش از او به شکل است که یک سلسله قواعد و اصول و مبادی کلی را واضح ساخته، یعنی یا متشکل است. یه بگیم اقتصاد اسلامی از دو بخش متشکل است که بخش دومش اگر ما ببینیم در اینجا شاید بیایه که او را بخش دومش با گفته شده و که او را انشالله در باز توضیح و تشریح میشه و او واضح میشه انشالله. نقطه اولش این است که ای یک سلسله اصول داره، یک سلسله اصول داره که او اصول واضح و آشکاراست که از قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم گرفته شده. بسیار خوب، گفتیم که بخش اول یا بخش الف همو اصول است که از مبادی کلی است یا قواعد کلی است که از قرآن عظیم شان و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم استخراج شده است. یک نکته باید متوجه باشیم است که خصوصیت از این اصول یا از این است که از این قواعد است که کلی و عام می باشد. کلی و چی است؟ و عام است. یعنی بسیار به جزئیات مسائل اشاره نکرده، بلکه به عمومیات و مسائل کلی که اصل اساس اقتصاد اسلامی در تشکیل می دهد به او اشاره کرده، یا به اصطلاح بنیادگذاری نموده. و اگر دقیق تر بگوییم، این بخش در حقیقت مکتب و یا مذهب اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد، یعنی یا تیوری اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد که در حقیقت او عموم اساس و مکتب اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهد. مثل که ما در ازای در مقابل مثلا مکتب اقتصادی سوسیالیسم، مکتب اقتصادی کاپیتالیسم، اینجا مکتب اقتصادی اسلام میگیم. امی اصول ده که در قرآن عظیمشان و یا در سنت نبوی آمده و او را علما استخراج کرده و او را واضح ساخته، او در حقیقت امو مذهب یا مکتب اقتصادی اسلام را تشکیل میدهد. از این مبادی و اصول میتونه مثلا بعضی از را ذکر کنه. مثلا در قرآن عظیمشان آمده و احل الله البيع و حرم الربا، یک اصل کلی را بیان میکنه، ای که سود حرام است و بیع حلال است. هر آن چیزی که در باب بیع داخل میشه خرید و فروش است، داد و ستد است. قرآن عظیم شان یک قاعده عمومی گذاشته که جایز است. و هر آن چیزی که در باب سود داخل میشه، در باب سود، در باب ربا، چون الله متعال گفته و حرم الربا، حرام است. ای خا یک معامله بین دو نفر باشه، معامله بین دو شرکت باشه، معامله بین دو بانک باشه، معامله بین دو مؤسسه باشه، در هر صورتش که باشه این سود حرام است. و در جانب از او مسئله حلال بودن بای است که معامله بین هر کسی،
هر دو جانبی که باشه، خواه فرد باشه، خواه مشرکت باشه، خواه مؤسسه باشه، او در حق چی است؟ حلال است. این یکی از امور اصول است که در قرآن عظیم شان آمده. و ای عام است، کلی است. دیگر از جمله اصول در قرآن عظیم شان آمده، مثل که در اولا ما شما آیات تلاوت کردن براتان، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، برای مردان حصه است از چیزی که کسب کردن و برای خانم های زنها نصیبی است، حصه است چیزی که کسب کردن. ای آیات قرآن عظیم شان یک اصل عمده را ثابت می سازد که چی است. و اصل عمده در حقیقت و اصل عمده در حقیقت چی است؟ و اصل عمده در حقیقت همو ملکیت، اثبات ملکیت فردی برای زن و مرد است. اثبات ملکیت فردی برای مرد و زن است. یعنی هم زن این صلاحیت را داره که مالک شوه و هم مردی صلاحیت را داره که مالک شوه. در اینجا کدام تبعیض بین زن و مرد وجود نداره. زن هم میتونه به میلیونا ثروت داشته باشه و مرد هم میتونه به میلیونا ثروت داشته باشه. به می اساس ای و غیره می قسم مسائلی که در باب در بخش اول از این گفته میشه و او را ما به نام چی یاد میکنیم؟ به نام اصول اقتصاد اسلامی یا مذهبی، یا اصول مذهبی، مذهب اقتصاد اسلامی، یا اصول مکتب اقتصاد اسلامی. بخش دومی که ما پیشتر اداری کردیم، بخش دوم اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی بوده یا به اصطلاح امو شیوه تطبیق امو اصول است. شیوه تطبیق امی اصول است. طبعا ما وقتی که در اینجا میگیم اینه که امی اصول را در جامعه به چی قسم باز تطبیق میکنن، علما در روشنی از اصول برای تعاملات روزمره یا تعاملات زندگی جامعه خود به چی قسم راهکارهای را عملی میسازه، به می اساسی باز چیز گفته میشه. در این بخش وقتی که ما اگر دقت کنیم، طبعا در اوجه در تعریف که آمده ایره والبناء الاقتصادی گفته شده، والبناء الاقتصادی یعنی امو تنظیم و نظام و امو تشکیل اقتصادی که در جامعه چیزه. طبعا در این از او مبادی یا اصولی که داشتیم، ویژگی از اوی است که قابل تغییر نیست، اما ویژگی از ای است باز که قابل تغییر است. ما میاسر که ما دقت کنیم میبینیم که مثلا روش های اقتصادی که جامعه بر اساس از او به فعالیت های روزمره خود را به پیش میبره چه قسم تنظیم میکنه و به می اساس دیگه. این را در اینجا یک نقطه بسیار اساسی و مهم آمده ای است که این بخش چی است؟ این بخش اقتصاد اسلامی، این بخش اقتصاد اسلامی ثابت نیست بلکه متغیر بوده. به می اساس بر اساس نیاز جامعه، نیاز زمان، نیاز مکان، این قابل چی است؟ قابل تغییر است و این مجال و زمینه وسیع برای اجتهاد دانشمند است. و یک ویژگی یعنی امده شمی است که قابل چی است؟ قابل تغییر است. و طبعا چون زمانه به پیش رفته، زمانه تغییر میکنه، به می اساس به اساس تغییر زمانه، تغییر مکان، این تطبیقات هم قابل تغییر است. به می اساس گفته میشه که مطابق خواسته های هر عصر و منافع هر عصر، ای که امو شیوه که منافع جامعه را برآورده بسازه، امو شیوه را علما استنباط میکنه و به چیز میکنه. بس از اون مثال ما میتونیم که انعقاد بیع بگویم. انعقاد بیع یعنی بیع را منقص ساختن، بیع را وارد ساختن یا بیع را موجود ساختن. در سابق وقتی که میدیدیم از طریق چی بود، دو نفر بین خود میشتن بیع میکردن، اما آلی نظام پیشرفته شده، از طریق وسایل جدید میتونیم که بیعه بکنیم. یک نفر در یک مملکت است، یک دیگر نفر در دیگر کشور است، از طریق اینترنت وصل هستن و بیعه انجام میتن. ای در زمان سابق به او شکل بودن، در زمان فعلی به قسم است. علما در این رابطه چی میگه؟ طبعا علما اجتهاد میکنن و رای حل را بررسی میکنن، طبعا رای جایز است. رای شبه های مضاربت اگر ما ببینیم، در زمان سابق یک نفر با دیگر نفر شرکت مضاربت میساختن، یک نفر مال میبود، دیگر نفر از دیگه نفر کار می بود و شرکت مضاربت به می اساس تأسیس می شد و پیش می رفت. اما در زمان فعلی، در زمان فعلی می بینیم که شرکت مضاربت به انواع شرکت های سهامی به میان آمده و شریعت اصول کلی از را بیان کرده که یک طرف باید بدون تضمین و بدون تحمل خساره، بدون تحمل خسارت احتمالی، باید مفاد به دست نمیاره. به مو اساس این
یک شرکت است که علی تقریبا بسیار نشر شده و در جهان و خصوصا در شرکت در بانکداری اسلامی از استفاده میشه. به می اساسی اصل مضاربت جایز است و شیوه های تطبیق از او سابق بین فرد و فرد بوده میشه که شرکت سامی باشه و اصول مضاربت در نظر گرفته باشه. به می اساس ما وقتی که میبینیم نظام تعریف اقتصاد اسلامی است که از دو بخش تشکیل شده که یکی بخش ثابت است که او را به نام اصول اقتصادی یاد میکنه و مذهب اقتصادی هم تشکیل میده و بخش دومش به نام بنای اقتصادی که نظام اقتصادی یا به اصطلاح سیستم عملی کردن این اصول است که او باز بخش متغیری از اقتصاد است و برای علما یک زمینه فراخ و وسیع از اجتهاد وجود داره و ای به این شکل ما رسیدیم به تعریف اقتصاد اسلامی. نقطه اخیری که در درس امروزی ما شما مانده ای است که موضوع اقتصاد. موضوع اقتصاد چی است؟ از کدام مسائل بحث میکنه؟ اگر شما عمدتاً کتابایی که در اقتصاد نوشته شده به نام موضوع اقتصاد یا به تحت از این عنوان به شکل مستقل بحث نشده، با مفاهیم و مسائل دیگه به شکل آمیخته بحث شده. بیان دیجا کمی توضیح لازم است که ما از موضوع اقتصاد واضح شود که موضوع اقتصاد چی است. تعریف هایی را که ما شما در مورد اقتصاد خواندیم و ذکر کردیم در اوجه موضوع ثروت که عبارت از کالا و خدمات و منابع است ذکر شده بود. اقتصادم موضوع اقتصاد امی اشیا است، کالا، خدمات و تازه طبعا کالا یعنی مسائل اسباب زندگی، خدمات و خدمات مختلفی که ارائه میشه و همچنان منابعی که از این لحاظ از او ما میتونیم که چیزها را بدست بیاریم. طبعا از این بحث میکنه، چی قسم بحث میکنه؟ از دو حیثیت، یک چگونگی تولید، یعنی ای که چی قسم امی چیز از منابع تولید میشه، امی کالاها یا امی ثروت از منابع تولید میشه، این با زیر بحث قرار میگیره. بخش دومی از او یست که مصرف و توزیع و مصرف از چی قسم میشه، یعنی به این اساس که افراد جامعه یا کسایی که در تولید از این مساهم بودن و سهم داشتن آیا از این تولیدی که شده از این چی قسم پس سهم از این چی است، اندازه سهم از این چی قدر است و چی قسم این باز مصرف میشه که در چگونگی مصرف باز رفاه و آسودگی جامعه هم در اوجه مطرح است که باید در رفاهیت جامعه باید سهم داشته باشه. به می اساس این دو نکته یا به اصطلاح اصل موضوع اقتصاد ثروت است که ثروت عبارت از کالا، خدمات و منابع و این را باز از دو نقطه قابل بررسی است، یکی که چه قسم تولید میشه و دیگر نقطه ازی که چه قسم توزیع و مصرف میشه. اگر خلاصه بگوییم موضوع اقتصاد ثروت از کدام لحاظ؟ از این لحاظ که چه قسم ثروت تولید میشه و از این لحاظ که چه قسم ثروت توزیع میشه و چه قسم به مصرف میرسه. نقطه اساسی را باید داشته باشیم که ثروت مراد از چی است؟ کالاها و خدمات و منابع. ثروت یعنی مسائل کالایی که اجناسی که انسان از استفاده میکنه، خدماتی که ارائه میشه و همچنان منابع. و این باز از کدام لحاظ؟ از لحاظ از اینکه چه قسم تولید میشه و چه قسم توزیع میشه. یک نکته اخیره که در این جمان دایی است که از ثروت وقتی که ما بحث میکنیم از جنبه مالیتش بحث میکنیم، از جنبه ارزش و ارزش کالا و خدمات بحث میکنیم دیگه، به می اساس که چقدر ارزش داره و چقدر مثلا یک نیاز مرفوع میسازه. هیچگاه اقتصاد از این بحث نمیکنه که این ملکیتی کی است، این ملکیتی کی باشه. به می اساس میگه که از این ناحیه این موضوع اقتصاد است. به می شکل ما به آخر و پایان درس امروزی خود رسیدیم و به شما محصلین عزیز آرزومندی صحت و سلامتی دارم. اگر کسی کدام مشکل و سوالی داشت انشاءالله میتونیم که بازم مطرح کنه و جواب من جوابش باز انشاءالله در هفته های بعدی را میکنیم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.